متوجه باش. راحت است بنا. عبور از هفت خان رستم. وقت از این پل میگذرن مردم کلمه خود را میخوانند. سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز هفتم می سال 2021 میلادی و برابر با هفتم ثور سال 1400 هجری شمسی است. اینجا منطقه شاتوت در ولسوالی نومیش ولایتی هلمند است. هممرز با ولسوالی کیتی ولایتی دایکندی. منطقه زیبا و سرسبز و با طبیعت بکر و درختان فراوان در دامنه کوههایش. این منطقه زیبا ما در بخش بازسازی محروم بود است. این پل از سیم و چوب ساخته شده است. آن هم با پل مردم و اینکه بدبختانه همیشه وقت حالت لرزان دارد. دو تار سیم را از آن طرف رودخانه به این طرف رودخانه وصل کرده است و بالای آن چوب چیدند. از اینکه تکیه‌گاهی دیگری ندارد و تنها با دو سیم محکم گرفته شده است، حالت لرزان دارد. در اینجا مردم بیشتر از موتور یا همان موترسایکل استفاده می‌کنند. عبور موتور یا همان موترسایکل مشکلات و خطرات را نیز به همراه دارد. از اینکه چوب‌ها نامنظم چیده شده است، استحکاک در آنجا بسیار بالا است و عبور موترسایکل از این پول واقعا سخت است و دشوار. ممکن است که موتور و صاحبش هر دو بلغزد و در درون دریا بیفتند و متاسفانه چنین اتفاقهای به وفور در دایکندی اتفاق افتاده است. به سال قبل حتی در مرکز ولایت 3 تن بر اثر همین مشکل و با عبور از پول به دریا افتادن و جان دادن. متوجه باش. راحت است به نظر. اتیاد. این پول که نشان دادم تنها نمونه ای از محرومیت این مردم است. مکتب شاتوت بدتر از این است. تعمیر ندارد. چند دکان ویرانه را مردم گرفته و بچه هایشان در آنجا درس می خوانند. در حالی که این دکان ها سرباز است، یعنی سرش پوشانده نیست. دروازه و پنجره ندارد. فقط چهار دیواری دارد. بدتر از همه این که معلم هم کم دارد. نزدیکترین مرکز صحی به این منطقه نیز تمران است که ساعت ها از اینجا فاصله دارد. سرک و دیگر راه های مواصلاتی در این ساحات بیشتر توسط مردم و با هزینه های مردمی ساخته شدند. نصر موحدی، سنترال افغانستان.